داستان استخوان لای زخم میگذاره قصابی بود که هنگامی کار با ساتور دستش را بریده بود و خون زیادی از زخمش میچکید همسایی ها جمع شدن و او را نزد حکیم باشی که دکتر شهرشان بود بردن حکیم بعد از زدفونی زخم میخواست آن را ببندد که متوجه شد لای زخم قصاب و کوچکی مانده میخواست آن را بیرون بکشد اما پشیمان شد و با همان حالت زخم دست قصاب را بست و به او گفت زخمت خیلی عمیق است و باید یک روز در میان نزد من بیایید تا زخمت را پانسمان کنم از آن روز به بعد کار قصاب در آمد هر روز مقداری گوش با خود برد و با مبلغی به حکیم باشی میدار. و حکیم هم همان کار همیشگی را می کرد. اما زخم قصاب خوب نشد که نشد مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی حکیم برای مداوای بیماری از شهر خارج شد و چند روزی به سفر رفت و از آنجایی که پسرش تبابت تا از او یاد گرفته بود به جای او بیماران را مداوا میکرد. آن روز ده هم طبق معمول همیشه قصاب نزد حکیم رفت و حکیم باشی دست او را مداوا کرد و پس از دفونی میخواست پانسمان کند که متوجه استخوان لای زخ شد با آن را بیرون کشید و زخم را بس و به غصاب گفت به زودی زخمت بهبود پیدا می کند. دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و به او گفت تو بهتر است پدرت مداوا می زخم من امروز خیلی بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم را زده کرد و بس به قصاب گفت از فردان نیاز نیست که دیگر نرسمن من بیایی چند روزی گذشت و حکیم از سفر برگشت وقتی همسرش سفره را پهن کرد متوجه شد که غذایش گوش ندارد و فقط بادمجان و کدو در آن است با تعجب گفت این قضاش رو گوش ندارد همسرش گفت تو که رفتی پسرمان هم گوشتی نخریده حکیم با تعجب از پسر سوال کرد ما قصاب نزد و نیامد پسر حکیم با خوشحالی گفت چرا پدر آمد و من زخمش را بستم با استخانی که لای آن مانده بود را بیرون کشیدم مطمئن باشید کارم را خوب انجام دادم حکیم آهی کشید و روی دست زد و گفت از قدیم گفته بودند نکرده کار نبر به کار پس او از امشب غذای ما گوشت ندارد من خودم استخوان را لای زخم گذاشته بودم تا بساب بس هر روز نزد من آمده و مقداری گوشت برای من بیاورد از آن روز بعد درباره کسی که جلوی پیشرفت کارها را بگیرد یا دائم اشکال تراشی کنند میگویند استخوان لای زخم